درود به شما استاد چون مردمی تاجیک ما پیش از همه گویند سلام ما نیز با احترام اول بگویم سلام و علیکم السلام سلام بر شما و سلام به همه بینندگانی که ما رو تماشا میکنند بهترین نعمت یکی از نعمت ها سلامتی است که دائما آگاه میکردیم که راستی اگر که تن انسان سالم نباشد ما کم کم مریض بودیم از این سبب بر این نگاه نکرده همه چیز رو قطع کردیم گفتیم که بیاید برنامه برای ما مهمتر بود تا که با شما اشکار رو صحبت کنیم خلاص خوش اومدید سلامت باشید وقتی که اطراف شوروی گپ زدیم پیشکی آگاه هم کرده بودیم که شاید بسیاری خفه هم شوند چون در همون روحیه تربیه گرفتن و دیگر و سوالهای هم پیدا شد که گفتن که این قدر گپ ها زدید بدلیل گپ زدید از کدام کتاب گپ زدید از چی این اطراف بود تا که هر یک سخن هر یک چیزمون دلیل بارها می گفتیم که زنده کردن تاریخ یاد کردن که چی گناه آمدیم چی شدیم به خاطر آینده رو دیدن فقط مقصد همین بود برای دیگر همین جا آشکارا می گویم که هرچی می گویم از تاریخ می گویم این برای تنه کردن و تعریف کردن نیست یعنی گذشته رو یاد می آوریم و تا که پیش رو ببینیم همین اصلا خودی شوروی چی معنا دارد؟ این دولت کی تأسیس یافت؟ مقصدش چی بود؟ تشکر و قبل از اون که من به بیانات و به سوال شما جواب دهم به اون قسم اولی سوال قسم دومی سوال شما که این معلومات از کجا گفته می شود و بر پایه کدام منبع و کتاب و یا مواد بایگانی این اطلاع نهاده شده است من یک نکته می خواهم به بینندگان ارجمند برسانم که یکم اینکه وقتی که ما از شوروی اگر انتقاد میکنیم البته در باره خوبی ها و در باره دستاورد های زیادی این زمان هم در صحبت مخصوص میگوییم اما در زمان شوروی در باره در زمان استقرار خود حکومت شوروی در 70 سال حکومت شوروی در باره دستاورد ها و در باره خوبی های فراوان آن فراوان نوشتند حکومت شوروی و همه دولت هایی که در طول تاریخ هستند تاریخ خودشون رو ثبت میکنند کارنامه شون یکی نه میخوان ثبت کنند ببینید در گذشته هم در باری پادشاهان شاعران و نویسندگان خدمت میکردند و تاریخ ها رو می نوشتند و شوروی از این روی خط استثنا نیست و کتاب های زیادی نوشته شده است و مردمی که در همون زمان تربیه یافتند با این آشنا هستند این یک دوم من با حکومت شوروی هیچ مشکل و هیچ عقده نسبت به اون زمان ندارم در دلم به خاطر اینکه من در زمان در اوج زمان شوروی من به دنیا آمدم در زمان شوروی مکتب و مدرسه گویا خواندم و در زمان شوروی به دانشگاه داخل شدم و نکته سوم اینکه پدری من در جبهه جنگ دوم جهانی 5 سال جنگیدند و از مظفریت های جامعه و دولت شوروی دفاع کردند و جراحت هم برداشتند یعنی از نگاه خانوادگی هم هیچ مشکلی ما با اون نداریم اما ما باید یک نکته بگویم به شما که من مورخم و هرچی که میگویم بر اساسی وقتی که این نواری ما با هم صحبت میکنیم نواری ما رو 20,000 50,000 مردم تماشا میکنند حتی اگر 100 نفر تماشا کنند من حق ندارم حرف بی دلیل و بی سند درباره یک دوره تام تاریخی گویم که سرنوشت ما با اون پیوستگی است پیوسته دارد و پیوستگی دارد و خلاصه اون جزء تاریخ ما هست استاد نگاه کنید اینجا یک چیز دیگر رو نفهمیدم یعنی گفتنی هستید که برنامه هایی که قبل کرده ایم در برای شوروی بود هر چی گفتید از خودی همون شوروی از خودی همون نویسنده هاش از همون تاریخ گرفتید یا که از یگان بزرگان ما نوشتن گرفتید ببینید اون چی که کسی که وقتی که نفری که از تاریخ اطلاع ندارد آگاهی ندارد شاید تعجب کند لیکن هر کس تاریخ خواند به یگان سخنی که من میگویم با حتی با نظری حتی شبهه نمیتواند نگاه کنند چون همش مستند است یعنی با سند و با دلیل و با رقم است همه یعنی کیها نوشته این تاجیکای خودمون یا کی خودی ببینید در خودی در دوام این 30 سالی که از فروپاشی شوروی میگذرد در خودی قلمروی سابق شوروی در روسیه شاید بیش از 1,000 کتاب شاید نشر شد شاید بیش از 1,000 کتاب در اوکراین در بلاروسیه در قزاقستان در همه کشورها
این چیزهایی که ما میگویم چیزهایی که خیلی معمولند، یعنی هیچ یک کشفیتی ما اینجا امریکا کشف نکردیم. فقط ما از بس که درباره زمانی شوروی تاریخ تاجیکستان کمتر گفتند یا که بیشتر یک طرفه گفتند، ما بعضی حرفای میگویم که شاید مردم نشنیدن یا کمتر شنیدن. بیاد ما خاطر اینکه با دلیل تر گپ زنیم، یک نکته دیگر من برای شما بگویم. اکثر سخنایی که ما میگویم اینها نکته های رسمی خودی حزب کمونیست شوروی و خودی تاریخ نگاری زمانی شوروی هستند. بیاد ما در دوام اگر 70 سال شوروی بیش از 73-74 سال اگر ادامه یافته باشد، در می 73 سال 60 سالی اون به حکمرانی سه نفر راست می آید: ستالین 30 سال، خروشوف 10 سال و نزدیک 20 سال برژنیف. لینین نه؟ لینین دوری اولی حکمرانی شوروی بود، یعنی 4-5 سال اول. لینین بعد اون که جراحت برداشت و 2-3 سال آخر تقریبا بیمار و بستری بود، دیگه از روی کار دیگر رو بودن. با اون دوری جنگ شهروندی بود. شوروی با اصلا زمانی بیشتری شوروی با ستالین راست می آید، بعد با خروشوف و با برژنیف. نگاه کنید، وقتی که ستالین از قدرت رفت، یعنی ستالین وفات کرد، انجمن حزب کمونیست، یعنی در انجمنی که در سیزدی که بیش از 2000 نفر کمونیست اشتراک کردن، رهبری دیگری شوروی خروشوف یک سخنرانی کرد و اعمال 30 ساله ستالین محکوم کرد، همچون دیکتاتور، همچون نفری که به میلیون ها نفر قربان کرد، همچون نفری که میلیون های دیگر از وطن و از پدر و از مادر محروم کرد. این یک. بله. بله. حتی در زمانی وقتی که ستالین مرد، جسدی او را گور نکردن، جسدش بردن در پیش لینین، مثل اینکه لینین تا امروز هست در پهلوی لینین، جسدی ستالین موندن همچون دایی دوم. خروشوف حتی جسدی اون از مفضله، از همون آرامگاه، از مفضله بیرون کرد و به خاک سپرد. یعنی این معنی اون داشت که مود به دوره تو این چونین به هم میدیم، تو اون شخصی که از تو ساختند، تو خودت ساختی، تو ارزش اون نداشتی. این یک. دویم، وقتی که خروشوف بعد از 10 سالی حکمرانی سرنگون شد، خودی کمونیست ها در یک پلنوم را از کار آزاد کردن، دوره 10 سالی او را دوره قفامانی و دوره تدبیرهای بسیار ناآگاهانه و ابلهانه معنی داد کردن و بسیار با یک خشونتی بی سابقه اون را از قدرت دور کردن و در خانش تا آخری عمرش مثل یک زندانی خانگی بود و دوره او را دوره بسیار تباهی اعلان کردن، دوره شکست ها، دوره قفاگردی خودی شوروی ها. مانه وقتی که برژنیو آمد و 18 نزدیک 20 سال حکمرانی کرد، بعد از اون که برژنیو از قدرت رفت، در زمانی گورباچوف دوره برژنیو دوره رکود، دوره کرختی نامیدن. این مفقه رسمی حزب کمونیست اتحاد شوروی بود، خودشان این چون این باها دادن، گفتن که دوره 18 ساله حکمرانی برژنیو دوره کرختی و دوره قفامانی و دوره رکود بود و آخران آمد به سری قدرت گورباچوف. شما دلخواه کمونیست امروز، از 100 نفر کمونیست که امروز در قید حیاتن، اگر شما پرسید 90 کمونیست امروز گورباچوف خائن میگویند، میگن این خیانت کرد و دولت شوروی رو برهم داد. خب اینو وقتی که خودشون یک دیگه خودشون رسما به خودشون چنین بها گذاری میکنند، این چنین همدیگر سیاه کردن، آیا ما پس از اینکه این حکومت از بین رفت خوشبختانه ما حسابی استقلال شدیم، ما به حیثی دو نفری که خود ما در اون زمان به دنیا آمدیم و زندگی کردیم، پدر و باباهای ما در این زمان زندگی کردن و بسیار عذاب کشیدن، ما یا حق نداریم که درباره اونها حکم کنیم، یعنی بگویم چی کار کردن؟ هیچ چیزی که ما میگویم بر اساس خیال، بر اساس چیزی بافته و ساخته نیست، همش مستند است. این به قسمت دوم سوال شما. اما درباره قسمت سوال اول شما، چرا امروز نگاه امروز نسبت به نگاه 20-30 سال پیش به شوروی کلا فرق میکنه؟ به خاطر اینکه حکومت شوروی، یک نکته دیگر هم برای شما بگویم که وقتی که ما از حکومت شوروی انتقاد میکنیم، بازم شنونده و بیننده فکر نکنند که ما جانبداری ساختی گذشته ساخت امیری بخارایم. اون یک ساخت فاسد و یک حکومت بسیار مستبد و قفامانده و در مقابل مردم بود.
و حکومت شوروی اون از بین برد. و نکته دیگر، در ذهن بعضی جوانان این نکته پیدا شد که حکومت شوروی از هم مسکو از روسیه اومد بی خبر بود، تا وقت ما یعنی در استقلال بودیم و ما را از بین برد. نه، در میانه در سالهای 72 عصر 19 وقتی که روسیه امپراتوری یعنی در زمان الکساندر اومدن و آسیا میونه کلی آسیا میونه را امپیر روسیه تصرف کرد و ما تقریبا پیش از انقلاب شوروی 50 سال قبل ما در ترکیب امپیری روسیه بودیم. وقتی که سال 1917 ماه فوریه انقلاب شد در روسیه و در قدرت روسیه امپراتور نیکلای دوم بود از خاندان رمانوف که اینو 300 سال بر روسیه حکومت کردند، انقلاب مردمی شد. در اون زمان جنگ اولی جهانی بود. وقتی که در جنگ اولی جهانی روسیه کم کم شکست می‌خورد، مردم ناراضی شدند از اینکه وضعیت اقتصادی مملکت بسیار بد شد، انقلاب کردند و نیکلای آخرین امپراتور سرنگون کردند. روسیه جمهوری شد. وقتی که جمهوری شد و حکومت موقتی تشکیل شد، در همین وقت یک گروه خردی حزبی روسی بلشوی، اون خودشون بلشویک میگفتند، همین کمونیستایی که دو قسمت بودند، بلشویک و منشویک، بلشویک اومدن یک در ماه اکتبر 25 اکتبر سال 1917 بعد از 8 ماه یک انقلاب دیگر کردند گویا در داخلش، در داخل روسیه انقلاب کردند. اما امروز مورخا خود روس ها خود مورخای روس این دیگه انقلاب نمینامند. چرا؟ میگن انقلاب همون انقلاب ماه فوریه بود. اینها یک تبدلات کردند، حکومت گرفتند، حکومت گرفتند. بعد در زمان روسی امپراتوری بود، جمهوری بود، اینا نامیدن روسی شوروی، یعنی گفتن که ما حکومت میتیم به شوراها. شوراها یعنی باید شورا، یعنی مردم نماینده هاش انتخاب میکنند، شورا یعنی نماینده های مردم این دولت اداره میکنند. اما روند حادثه نشون داد که این طور نشد. چی کار کردن؟ بلشویک ها، کمونیست ها، حکومت ها، اونو کمونیستی خودشون کمونیستی بلشویک میگفتند. وقتی گوه کمونیست گوه بلشویک میگم شما تعجب نکنید. بلشویک ها حکومت گرفتن. در نتیجه در روسیه سر شد جنگ شهروندی. جنگ شهروندی در روسیه که از سال 1918 از آخری 17 از 18 شروع شد تا 22 رو دوام کرد، در دوامی 4 سال در روسیه شاید زیاد از 10 میلیون آدم از کشته شدن تا بدرق شدن مردم تلف شدن، مردمی زیاد تلف شدن. به این خاطر امروز در بهایی که در خود کشور روسیه به این انقلاب داده می شود بهای منفی است. این نکته سیوم. این نکته چهارم، در حدود آسیا منا و از جمله در سرنوشت ما تاجیکا چی نقش بازید؟ وقتی که حکومت شوروی استقرار یافت، بعضی از قسمت های روسیه را آزاد کرد، مثال لهستان، پولشا، این جزء روسیه بود، اونها رو گفتن شما آزاد، اونها جمهوری آزاد، دولتی آزاد شدن، فنلاند را جواب دادن. لیکن وقتی که در آسیا میانه یک دولت تاسیس یافت به نام مختاریت قوقند، این دولت حکومت شوروی با بی‌رحمی زیاد پخش کرد. من جریانی پخش کردن شما میتونید از اینترنت ببینید، میتونید از کتاب ها ببینید، با نام مختاریت قوقند که قسمی مردمش ازبک، قسمش قرقیز، از جمله قسمی از تاجیکا هم زندگی میکردن، این حکومت 4 سال 4 ماه ادامه یافت و سال 1918 حکومت وقتی که پخش کردن با شدت بسیار یعنی گوش ناشنید ارتش آمد. از جمله کاری که اینا کردن این بود که یک گروه مخصوصی ارمنی ها را که سال 1915 اینها از دولت عثمانی، ترکی عثمانی، در یک نتیجه یک حادثه زیاد از یک میلیون ارمنی در دوام یک هفته اینا کشتن، یعنی گنات امروز بعضی کشورها اینو گناتسید میگن، یعنی کیو کشتن؟ ترکای عثمانی کشتن. وقتی ترکای عثمانی کشتن، یک حزب بود در حدود ارمنستان و در حدود ترکی عثمانی به نام دشنک، دشنک سوتیان. این دشنک سوتیان ها رو بلشویک آوردن با آسیه میانه و برای پخش کردن همین شورش قوقند فرستادن. به اینها گفتند که همون مسلمان هایی که در عثمانی شما رو کشتن اینا خیشاشون. اینا اومدن در دوام یک شبانه روز در حدود تقریبا ماه فوریه سال 1918 اینا اومدن در قوقند، در اندیجان، در فرغانه زیاده از 10,000 مردم کشتن. فقط اطراف قوقند 150 دیه رو هموار کردن، هزاران زنا رو تجاوز کردن. از اینجا شروع شد
حرکتی که در تاریخ خودی این شوروی با نام بسمچی، اما این حرکت نام تاریخی و نام واقعیش حرکتی مقاومت است. چرا؟ چون در مقابل شوروی جنگ کرد. بسمچی نام تحقیری بود که حکومت شوروی به آنها داده بود، چون اینها در مقابل شوروی جنگ کردند، هیچ حکومت دشمنی خودش تعریف نمیکنند. به همین خاطر این در اینجا در آسیای میانه، از جمله در قسمت امروزی تاجیکستان، شروع جنگ شهروندی در اینجا هم شروع شد. یعنی اون جنگی که در روسی شد به اینجا هم انتقال یافت. در این جنگ میلیون های دیگه تلف یافتند. بعد نکته پنجم، در قسمت دیگری تاجیکستان و ازبکستان امارت بخارا بود، امیر بخارا حکومت میکرد. شیوه دور کردن امیر بخارا مخالف هر گونه آزادی و هر گونه مثال انقلاب مردمی بود. تیاره ها آمدن، هواپیما ها، عملیات های بمب افکن آمدن، پنج روز از بالای مناره و مدرسه های بخارا، یعنی شهر تاجیکی، بمب باران کردن. صدها هزار آدم کشته شد، هزاران دیگه فرار کردن. شوروی ها برای یعنی حکومت شوروی این تر فقط ما درباره استقرار اون گپ میزنیم، یعنی چه خیلی این برقرار شد. خب وقتی که این برقرار شد، شما تصور کنید از آسیای میانه تعداد عمومی مردمی که هم تاجیک هم ازبک هم ترکمن هم قزاق هجرت کردند، قسمش رفت به افغانستان و بعد به کشورهای عربی و تا ایران و این طرف تا چین رفتن، زیاده از یک میلیون مردم مهاجر شدند. اون مردمی مهاجر شدند هر چی توانستند با خودشان از مال و از بردند. یعنی بینید امروزه ای که بعدن میشنویم که در فلان جا تاجیکان هستن، سبب هجرتشون همین است. بعضی از قسمت ها بلی از جمله در همین خطای هم هستن بعضی ها، فقط تاجیکان، قزاق ها. یعنی اینجا ببینید اون تا اون زمان مردم از نگاه ملیت اینجا بیشتر اصلا مردم که مسلمان بودن، جمهوری ها هنوز تاسیس نیافته بودن. حالا ما در مورد جمهوری نمیگوییم. مردم یک قسم مردم کشته شد، قسم دیگه مردم هجرت کرد. خب استاد بخشیش، اگر اون زمان همه یک بودیم، بین ازبک و تاجیک و قرغیز ما چگونه حرف میزدیم؟ اون زمان نبودن روسیه، ما چگونه حرف میزدیم یک اونجا؟ خب بینید در اون زمان در قسمی از آسیای میانه، مثلا خوجند، سمرقند، تاشکند، قوقند، اینها همچون ولایتی ترکستان در ترکیب امپری روسی بودند. قسمی از تاجیکستان امروزه، مثل قسمتی از وادی حصار، قسمتی جنوبی تاجیکستان در حیات امارت بخارا بود، قسمی از قرقیزستان در حیات روسیه بود، قسمی دیگرش در بوزم در خانیگری و ترکمنستان در خانیگری خیوه بودند. یعنی این جمهوری در خیوه بیشتر با ترکمنی گپ می‌زدند، در ترکستان و در امارت بخارا زبان رایج زبان فارسی و زبان ما بود و زبان دولتی هم زبان ما بود. از زبان دولت فارس خوب فهمم. ادامه دهید. این برای استقرار شوروی شاید سوال پیدا شود که عجیب که این زمان روسی گپ میزنیم بین یک دیگر، اما اون زمان چگونه بود؟ خب یعنی همین وضعیت بود، یعنی از نگاه زبانی، از نگاه قومی همه در یک جا زندگی میکردن و هیچ چیزی با نام این جمهوری که بعد تاسیس یافتن اینا هنوز نبودن، یعنی دولت عمومی بود. در بعضن کمنتری ها نوشتند که اگر شوروی نمی بود ما از افغانستان بدتر می شدیم، اگر شوروی نمی بود ما خوار می شدیم، اگر شوروی نمی بود ما تاجیکستان نمی شدیم، تاجیک نمی شدیم. عموما گپ سر همون تقسیمات ملی می رود که در همون زمان شده بود تاجیکستان. چی گفتنی دارید؟ به فکرم فهموتر فهموندم یا نه؟ من متوجه شدم حرف شما را. ببینید وقتی که ما امروز مثال یک جشن های مثل جشن 5500 سالگی سرز میگذرانیم، وقتی که تاریخ شاهدی میدهد که ما از زمانی پیش از میلاد در این سرزمین زندگی میکردیم، ما را سغدی میگفتند، تخاری میگفتند، بختری میگفتند، یعنی ما در این سرزمین بودیم. وقتی که ما میدونیم که ما در عصر ده همچون تاجیک علاقه همچون خلق شکل گرفته بودیم، وقتی ما میدونیم که تا آمدن روس ها هم تا میانه عصر 19 در تمام سرچشمه ها نام تاجیک هست، تاجیک بود در اینجا، و
وقتی ما میگیم که بعد اگر این نمی آمد تاجیک نمی بود، این یکمی که هم خنده‌آور است، هم از نگاهی ملی و شناختی ملی و افتخاری ملی یک نوع تلعین است که شما میگید اگر فلانی نمید شما نبودید. ما وقتی که فقط تا آمدن حکومت شوروی، فقط تاریخ هزار سال آخری ما که ما با نام تاجیک در این سرزمین زندگی میکنیم، هزار سال از اینها ما پیش وجود داریم. وقتی که ما هزار سال پیش از آمدن اینها هستیم، چه خیلی گپ شما میزنیم. یک دویم، درباره شما گفتید که تقسیمات ملی و مرزی، درست تقسیمات ملی و مرزی سال 1924 جمهوری با نام تاجیکستان، جمهوری مختار در حیات ازبکستان تاسیس داد. هیچ کس منکری این واقعیت نیست، واقعا این نتیجه همون دور محصول زمان شوروی بود. اما شما یک نکته رو باید فراموش نکنید که یکمی که ما وقتی این تقسیمات شد، همه این در تقریبا این جزوی خودآگاهی و خودشناسی و منتالیتی ما تاجیکان شده است که دلخواه در کدام سطح تاجیکی رو بینید از این تقسیمات سال 1924 حتما میگد که ما ناراضییم. یکم، ما از اون پاره که در ماوراءالنهر در آسیای میانه زندگی میکردیم، تنها 30% زمین ها رو به ما دادن. یعنی ما رو در 30% زمین ها ما این جمهوری دادن. یک دویم، اگر مقایسه کنیم از روی آمار رسمی خودی همون زمان امپری روسیه و شوروی، ما در اون زمان 3 برابری ترکمن ها بودیم. به ترکمن ها یک جمهوری بسیار عظیم دادن که حدودش از ازبکستان هم زیادتر است. ما رو حتی به اندازی ترکمن ها دولت ندادن. یک دیگر این که ما رو در ترکیب یک جمهوری دیگر، در ترکیب جمهوری ازبکستان دادن. نکته سیوم، ما از شهرهای بزرگ ما محروم شدیم. و نه تنها از شهرها، از واحه ها و از وادی های زیادی که تاجیک نشین بودن از حیط تاجیکستان بیرون مانده. و یک نکته دیگر، اخ وقتی که ما میگیم که خدمت کردن، بیاید یک قیاس من برای قیاس برای شما گویم. ما میدونیم که از آخری عصر 19 یهودی ها شروع کردن برای اینکه ما یک دولت یهودی داشته باشیم، خصوصا بعد از جنگ یکمی جهان و جنگ دومی جهان. بعد از جنگ یکمی جهان شوروی به خاطر آن که همین یهودی ها را نگذارد که در دام انگلیسی ها و امریکایی ها افتند، خواست به همین یهودی ها یک خدمت کنند. سال 1934 در شرق دور، در جایی که یهودی ها 1% اهالی را تشکیل نمی دادند، یک جمهوری ساخت به نام جمهوری یهودستان. امروز هم هست ولایت. بعد می خواستن این ولایت به جمهوری تبدیل دهند. با همین نام شما حضور در اینترنت هم زنید، یک همونج ترکیب اهالی یهودی هایی که در همین ولایت یهودستان یوریسکی افتنامنی اوبلاست در روسیه است، 1% اهالی همین ولایت یهودی هستند، 99% غیران. در همونج برای یهودی ها ولایت ساخت، گفت که ما در همونج برای شما دولت میسازیم. میبخشید، برای ما دولت در کجا ساخت؟ در جایی که ما 5000 سال با زندگی میکنیم. ما تشکر، ما ایلش خیلی خواهید، ما تشکر میگیم. اما مهمانی اومدیم، یک جا تارت آوردیم، از تارت خودمون یک پرچه برای ما داد. ما گفتیم که بعد حتی بدتر، ما در اینجا در این سرزمین 500 پشتی ما زندگی کرد، آمدن در این سرزمین، همین در همون زمان شوروی هم کلمه اصطلاح تبر تقسیم بود. یعنی همین اصطلاح تقسیمات سال 24 تبر تقسیم میگفتن. کتاب از حتی کتاب رحیم معصوف است، استوری تپور نور از دلین، تاریخ تبر تقسیم. اخی این تقسیماتی گذراندن که ما از شهرها محروم شدیم، کنسلیداتسی تاجیکای آسیمانه از بین رفت. یعنی یک جایی نتونستیم، اگر واقعا اونا اگر دوستی ما می بودن، ما می دونیم از اون طرف مرز در افغانستان هم 10 میلیون تاجیک است. خب اقلا تاجیکای آسیمانه نگذاشتن که یک جای متحد شوند. بعد دویم، اون ما در مرز خود ما برای ما دادن. و نکته دیگر فراموش نکنید، این تقسیمات برای خودی حکومت شوروی ضرور بود. چرا؟ در اینجا یک عمومیتی دینی بود در بین مردم، یعنی همه مردم مسلمان بودن، تاجیک و ازبک و قزاق و قرقیز و همه ملت ها عمومیتی مسلمانی داشتن. حتی وقتی که جنگ یکمی جهانی شد و روسیه با عثمانی جنگ کرد، در وقتی که مردم آسیای میانه را، مردم همین مسلمان آسیای میانه را میخواستن در صف جبهه در مقابل همون عثمانی
سفر بر کنند، خودی اسناد مدرک های رسمی است، خودی روس ها میگفتند که نه، مردمی آسیمانه را در مقابل عثمانی ما نمیتوانیم برخیزان، چنانکه اونا مسلمان اینا مسلمان، مسلمان با مسلمان جنگ نمیکنند. اینا این چیز میدونستند و تقسیمات یکی از هدف های دیگری تقسیمات ملی مرزی این بود که شوروی باید در اینجا بر اساس ملیت و قوم ها جمهوری های میساخت، که چون یک چیز باید فراموش نکنیم، شوروی هم استعمار بود، یعنی ما مستملکش بودیم و هیچ ما حقوق ما هیچ برابر با ملت مرکزی نبود. در اینجا باید یک تقسیمات صورت میگرفت که مردم بر اساس یک هویه دیگر، هویه جدید، هویه قومی ملی میساختند و اینها رو همیشه بین همدیگر در اختلاف نگاه می داشتن. شما تقسیمات رو ببینید، امروز تمام جمهوری که در اینجا ساختن یگانتش با یگانتش مناسبی خوب ندارد، از تقسیمات هیچ که راضی نیست. شما مرزها رو ببینید چقدر مرز بندی کردن، یک قسمی زمین های تاجیک در دست این دن، زمین های قرقیز در دست مثال این دن، اوزبکو در دست، همه تقریبا ناراضی هستند. این همون نقشه بود که زمان لازم آید گرفته استفاده برن. این باید فراموش نکنیم. اگر باید بعضی میگن که اون وقت این نبود، اون وقت برادر ها، اگر بیاد مقایسه کنیم با تقسیماتی که انگلیس ها در هندوستان گذاروندن، انگلیس ها 200 سال در هندوستان حکومت کردن، لیکن وقتی که دیدن که حکومتشان به پایان آمد، میدونستند انگلیس ها میدونستند که جمو و کشمیر دو ولایت مسلمان نشینند، باید در کشور مسلمانی مخصوص اونها رو دادن در هندوستان. در بین هندوستان و پاکستان 70 سال شد هنوز جنگ است، هیچ روز در 70 سالی تاسیس این دو دولت یگان روز این دو دولت در حالت دوستی نزدیک کردن، چند چهار پنج بار با هم دیگر جنگ هم کردن. چرا؟ یعنی این همون سیاستی که از زمان اسکندر میگفتن، که وقتی اسکندر از ارسطو پرسید که من مردم های گوناگون تصرف کردم چه خیلی اداره کنم، گفت که در بینشان تفرقه انداز و حکومت کن. این جزوی همون سیاست های درست ما تاسیس یافتیم. ما در جای دیگه میگوییم که این برای ما اهمیتی واقعا بزرگ داشت، اما امروز ما خدا را شکر دولت داریم، کشور در بستر استقلال زندگی میکند. ما باید وقتی که درباره تاریخ گپ میزنیم، این خیلی اگر به طوری که شما سوال دادید که بعضی ها میگن که ما فقط باید تشکر گوییم، باید ما تشکر به اسکندر گوییم که مدنیت یونانی آمد، تشکر به عرب ها گوییم که در دوام 200 سالی که این سرزمین ضبط و غارت کردن برای ما دین آوردن، تشکر به مغول ها گوییم که حکومت های میده را برهم دادن، یک دولتی بزرگ ساختن، امپیری از چین تا ایتالیا را میرفت. خب این خیلی خلق میشد که فقط تشکر ما را ضبط کردید. اینا تصرف بودن، استعمار بودن. پس ما باید از منظر منافع ملی و تاجیک شناسی و تاجیک گرایی به این تاریخ امروز بها دهیم و دیگر اینکه هر چیزی میگویم مستند است، سند داریم، حجت داریم. و دیگر اینکه منفیت ما پایمال شد، حقوق های ما پایمال شدند، اینقدر ضربه بسیار سخت زده شد، این گپار ما باید بگویم تا امروز که بر دلوار باید شنوندگانی ما، باید بینندگانی ما یک نکته را فراموش نکنند. ما امروز هم خطرهای مثل خطرهای سالهای 20 عصر گذشته را داریم. امروز شما دیدین دنیا رو ببینید چه خیلی دنیا هست، مردم باید آگاه باشند، بصیرت داشته باشند. ما باید، من و شما شاید بر سری بعضی مسائل با هم دیگر شاید بحث کنیم، لیکن بر سری تمامیت ارضی، بر سری استقلال کشور، بر سری زبان ملی، بر سری اتحادی ملی، باید بر سر این مسئله باید بحث نکنیم. اینا چیزی هستن که ما باید همه بگذار، من شما برای لباس شاید بحث کنیم، شاید برای موسیقی و برای نمیدونم شما دیگه دسته فوتبال مخلصی میکنید، من اینا باید صفق و سلیقه ها، اما بر سر مقدسات باید بحث نکنیم. تا این واقعیت خودی تاریخ نگاری شوروی این سندها رو گفته است، در خودی زمان شوروی میگفتن این گپا. اینک ما امروز به خاطر اون نمیگیم که سنگ پرتویم دشنامتی، ما به خاطر اون امروز میگیم که مردم دونن که در هر عصر و زمان دامهای کشورهای بزرگ و ابرقدرت میگسترانند تا اینکه مردمان به این دامها بیفکنند. وقتی مردم بر اساس سبقهای تاریخ بصیرت و آگاهی داشته باشند، دوباره همون راهی خطای تای کرده را تای نمیکنند. یک نکته دیگر دلوار، ما یک نکته دیگر باید فراموش نکنیم. در تقسیمات سال 1924 که ما ضرر دیدیم، امروز ما این برای آن نمیگویم که یک دعوای نوی دیگه شروع کنیم، این برای این نه. سببی که این کردن اون کردن، آیا ما هم کمک کرده؟ بله. آیا ما هم کمک کرده؟ بله.
من دقیقاً همین میخواستم. سوال شما سوالی به موارد است. ما در سال 1924 زیایان ما، اینتلیجنسی امروزی ما متاسفانه از سبب همین نبودنی همین اتحاد، از سبب نبودنی همین خداگاهی، نمایندگانی زیایان تاجیک در همون سالها بسیار رفتارهای خطا و نابخشودنی کردند. حتی بعضی اونها را حتی خیانت هم میگویند. تمام لیدرهای آسیای میانه خصوصا در ترکستان و در جمهوری در جمهوری در ولایت ترکستان و در بخارا که در همون تقسیمات سال 24 نقش گذاری کردند، بیشتر اونها تاجیکا بودند. نگاه کنید، فیض الله خواجایف تاجیک بخارایی بود، عبدالله رحیمبایف تاجیک بود، خب فطرت تاجیک بود و نفرهای دیگر. این فطرت همون نبود که هر کسی که گاب میزد تاجیکی میپروندش در بخارا. بله، جریمه بود. بله، ببینید همین شخصیت هایی که زاده و پرورده خاکی همین تاجیک نشین بودن، اینها بر اثر تأثیر گذاری های از بیرون، اینها مسئله در مسئله خداگاهی و خودشناسی بسیار به بیراه و به کجراه رفتن و بعض اینها حتی خودشان تاجیک نمیگفتن. یک. دوم، به دست حکومت شوروی به دست همین ها این تقسیمات نادرست راه اندازی کرد و نتیجه دیدیم که ما در عصر 20 دیدیم و به چی رسیدیم. یعنی ما این نقطه را در قطار آن، اما من درست که اینها نقش گذاری کردن، درست، خطای اونها نبخشوده نیست، اما یک نکته است، خود منافع حکومت شوروی تقاضا میکرد که ما در یک بسیار یک اقلیت و در یک جای بسیار کنج رفته قرار گیریم. چرا؟ به خاطر اون که اون طوری که از گزارش های سیاهان روس میخوانیم، تاجیک ها برای حکومت نفپای شوروی هم میتوانستن همچون رقیب باشند. چرا؟ به خاطر اینکه یکمی که زبانی هزار ساله این منطقه تاجیکی بود. خب تاجیک ها ما تأثیر گذاری فرهنگی ما با همه آسیای میانه محدود نمیشد. اون طرف افغانستان تا خلیج فارس یک قلمروی بزرگ در اینجا ما داشتیم. یعنی زبانی ما تصور کنید از فقط با بخارا و با خوجند و با دوشنبه و کلاب خط که نمیشد. ما تا این طرف افغانستان زبانی اکثریت زبانی فارسی بود، این طرف ایران تا خلیج فارس. اینها در صورت یک قسمت بودن، یک قلمرو واحد بودن، می توانستن یک رقیب بسیار مستحکم، اگر که یک جا می شدن خطر بزرگ بود برای آنها. خاطر برای حکومت شوروی، منفعت حکومت شوروی تقاضا میکرد که ما در یک قسمت بسیار خرد باشیم. و نقطه آخر، وجود تاجیکستان در بین کشورهای ترک زبان برای خودی حکومت شوروی هم ضرور بود. باز میگن که همه که بعد آخران لحظه گویا که فلانی به ما خطاب میگه، بعضی تاجیکا میگن که اگر استالین نمی بود برادرا، یکمی که من بار دیگه میگم در اینجا ما ملت اکثریت بودیم. بعضی ها که میگن که ناآگاهی شد. شما سال 1910 میدونید سال 1910 در روسیه کتاب نشد با نام تاجیکی که مؤلفش شیشوف بود. 14 سال قبل از این همین تقسیمات ملی کتاب با زبان روسی نشر شد. این کتاب بود به نزدیکی به تاجیک هم ترجمه شد دوباره، بود به روسی بود دیگه نشر شد سال 1910. و در همین شیشوف که در همین آسیا مانده همه گشته در جای منطقه های تاجیک نشین میگه در کجا تاجیک است. سال 1914 اینا میدونستن که تاجیک در کجا است باید بشود. یعنی اینکه اونا ناآگاه بودن نه، خیانت این گروه از خودی تاجیکای ما با منافع حکومت شوروی یک جای آمد و این تقسیمات غلط صورت گرفت. وقتی یکو خطا میکنیم یا یکون چیز میگیم، یک کلمه است که در حال ما رو بگیم که کلخوز، یک کلخوز یا کلخوز. اون چیزی که ما در شوروی هم به وای رسیده ایم همون زمان بود، سالهای 80 و چند، میدونیم که کلخوز گویا که یک زمین است. تصوراتی فقط شخصی خودم رو میگم، اون چیزی که نخوندم، یا کلخوز میگیم یکون برگد و برگد هم روسی شد، همون خشیش هست، همون دوره ها. اما همین چیگونه تاسیس یافت، چی معنی داره، چی است اطراف همین؟ وقتی که حکومت شوروی تاسیس یافت، انقلاب شد، از اولین اقدام هایی که حکومت شوروی کرد و لینین یک بنامی دکریت، یعنی بنامی به استیل مثل فرمان یا قانون به امضا رسان، اولین همون دکریت درباره زمین بود.
حکومت شوروی بنیاد جامعه شوروی را در زبان عربی اشتراکی میگن، همین قسمت شوروی را و سوسیالیستی میگفتن، همین SSR میگفتن، جمهوری های شوروی سوسیالیستی. همین اساسی همین جامعه شوروی یکی از بنیادهای این جامعه، یکی از اساسهای این برام بود که مالکیت باید مالکیت جمعیتی باشد. برای خاطر این وقتی که حکومت شوروی دکره درباره زمین قبول کرد، زمینی تمام زمین بیشتر در تمام طول تاریخ زمین در دست مردمی زمیندار بود. زمین از دست مردمای زمیندار حکومت گرفت. لیکن از بس که جنگ شهروندی شد و این کارها شد و خلاصه مسئله بنیاد حکومت شوروی بود، امکان نمیداد که به این مسئله رسیده کنند. بعد از 10 سالی که حکومت شوروی انقلاب شد، جنگ شهروندی تمام شد، تدبیرها شروع شد، یکی از کارهای اصلا مهم در تاریخ با نام بنیاد کلخوز ها. کلخوز یعنی همون مردم، هر کی خودش میساز زمین داشت، چاروا داشت، زندگی میکرد. حکومت آمد به خاطر آنکه مالکیت، یکمی مالی، حق مالکیت بر زمین از مردم گرفت، زمین از دست مردم گرفت، اما وعده کرد که من زمین به مردم گرانده میتیم، اما نداد. بعد سال 27 در یک انجمن اگر اشتباه نکنم 15 هم بود، به خلاصه رسیدن که کلخوزها رو برپا میکنن. کلخوز چی بود؟ همون خانواده های خرد خرده در یک اتحادی ها جمع میکردن، یعنی با نام کلخوز. به روسی میشد این کلکتیونی خزیست، یعنی خواجگی کلکتیوی اشتراکی. این تدبیر با توسط زور و ستم و با جور صورت گرفت. یعنی مردم میدون، تصور کنید یک آدم مثال 3 هکتار زمین دارد، یک آدم دیگر 10 ساطیق زمین دارد. همه اینها رو یک جوی میکردن، دولت نظارت میکرد، مالکیت عمومی بود. بعد مردم زمیناشون که گرفت، چارواشون گرفت، همه چیشون که گرفت، مالی کلخوزیش یعنی عمومی شدن، مردم کارگری دولت شدن. دولت چقدر که حقوق یعنی معاش معین کند، مزد معین کند، شما باید بر همون کار کنید. و الٹرناتیو نه، یعنی یک چیزی که در برابری اون باشد، در سال اول بود بعضی خواجگی های جداگانه، لیکن اینها رو اینقدر مالیات و اینقدر انداز بستن که دیدن که نمیشود، کار پیش بردن نمیشود، همش دادن به کلخوز. خلاصه در ظرف 4 سال در حدود شوروی، از 1923 شروع شد تا 32، در ظرف 4 سال تقریبا همین ساخت، همین بنیاد کلخوزا به انجام رسید. مجبورن مال زمین از مردم گرفته شد، مجبورن مردم کارگر شد و دولت به این مردم مزد میداد، یعنی چقدر که میخواهد. در نتیجه همین مجبورن بنیاد کردن کلخوزها، باز موج دومی، اول کشتار، بعد دوم مهاجرت دوم شروع شد. اون وقت هنوز سرحدها بسته نبود، میلیون های دیگه با فرار کرد، چون دیدن که با این ترتیب زندگی کردن نمیشود. زمین از دست مردم میگیرند، تصور کنید زمین میگیرند، مالش میگیرند، با میگن که تو باید اندازی پشم سپاری. من یک مثال عادیه که هم در کتاب خوندم، در خاطرات اولین رئیس سودی تاجیکستان بابا خان همدمف، و او رئیس، اولین رئیس شهر دوشنبه هم بوده است. او در باره هم سالها یک کتاب نوشته است، در باره یک شورش نوشته است که در همین کوهستان مسجد یک شورش می شود سال 1931. بعد من مصفیت ها رو پرسیدم، یک 15 20 سال پیشتر، مصفیت هایی که همون چیز به خاطر دارند. تصور کنید چندی نفر رو پرسیدم که 40 بود همه حاصل، گفتن که مالا ما را گرفت حکومت شوروی، زمین ها ما را گرفت، بعد آمد گفت که باید شما اندازی وای سپرید، اندازی پشم. بعد یک نفر همون مامور انداز میبیاد نزد همون میرسنگ، گفتن یک آدم در دهی پلدارک، میگه باید تو اندازی مال سپوری. میگه من مال ندارم، مال همشه گرفتید شما، از کجا سپورم؟ این یک گپی میزند که من اون گپی نمیتونم به شما گفتن، یک گپی بسیار بود، هم تحقیر میکنه هم دغلانه. اوها میگن شوروی میگه، بله همون ماموری کارمندی شوروی. این آدم هیچ کارش نمیمونه دیگه، میخیزد اون ماموری انداز میکشد، قیام میکنه، شورش میکنه. یک عمر میگویم، شما میتونید این عمر از اینترنت هم پیدا کنید، از کتابای هم دادم. در سال 1928-32 در تمام قلمرو شوروی
در مقابل سیاست کلخازی 14,000 شورش شد. در یه جای دو کس، در یه جای ده کس، در یه جای صد کس، در یه جای هزار کس، 14,000 اعتراض رسمی شد در مقابل مردم. این یک. دوم، در نتیجه سخت کلخازی میلیون ها آدم کشته شد. امروز تاریخ نگاری قزاق میگن که فقط قزاق ها 1,000,000 نفر از دست دادن. چرا؟ چون قزاق ها اول زندگی میکردن، یک اول در اینجا، یک اول دیگه مثل در 20 کیلومتر دیگر، تا همه چیز دولت میگیرد بعد خودش تقسیم میکنه، بعضی جاها نمیرسد. در نتیجه قزاق ها اینقدر سرسان و سرگردان و کشته شدن که حتی در بالای شتر سوارها ده بدهی آسیمانو گشته بیچاره گدایی میکردن. در اوکراین تقریبا زیاده از 2-3 میلیون نفر با نام گلادامور است کشته شدن. و مورخ مشهور انگلیس توینبی، آرنولد توینبی، ساخت کلخازی وقتی که با حمیدیت میگه که این ساخت تمدن روس از بین برد. خودی شما اگر به گپی من شبه کنید، ببینید در باره ساخت کلخازی امروز مورخای روس چی میگویند. این دیگر، در نتیجه وقتی که ساخت کلخازی شد، در تمام قلمرو سابق شوروی از جمله در آسیا و از جمله در تاجیکستان، یک کسی که در یعنی یک میدونید جنگی طبق حکومت شوروی جنگی طبقاتی را بر راه ماند. در اول اگر حکومت و وظیفه ها به خود مردم اشراف و ثروتمندان میداد، دیگه به مردمی که از طبقه پایین بودند داده، اونها را در مقابل ثروتمندا و بای ها میشوراند. بعد یک اصطلاح پیدا شد به نام اصطلاح گولک. هر کس در از شوروی ناراضی بود یا هر کس نمیخواست اموالش شوروی گیرد، شما میدونید که شوروی ملک مردم مصادره میکرد. یعنی مثلا شما زمین جای زمین تون میگرفت، مال اشیاتون میگرفت، شما رو محاکمه میکرد همچون دشمن این ساخت، بعد یا میکشت یا به سیبیر بدرقه میکرد. در نتیجه همین حالت تقریبا در تاجیکستان، اگر خانواده گویم شاید مبالغه شود، اولاد نموند که، یعنی همون سلاله اولاد میگه ما، اولاد نموند که تلفن نداده باشد. در هر دهه از 5 تا 50 نفر به عنوان گولک، یعنی ویو دشمن خلق، از خانه و در محروم میکردن، میفرستادن به سیبیر. 80% اینها در همون خونکی سیبیر میمردن. اونا رو نمیفرستادن در اونجا استراحت کنن. کارشو میفرمیدن. مردمی که در گرمی زندگی کرده در اونجا میرسن، اکثر اینا کسل بیمار میشدن میمردن. یک فیلم حجتی هم دیده بودیم، ده ها فیلم گرفتیم. بله بله، امروز ده ها فیلم سمرقند اونجا مردن. بینید از روی یک معلومات از 7 تا 10 میلیون نفر در وقتی بنیادی ساخت کلخازی تلف شدن در سابق شوروی. بگذار شما 10% برای آسیه می نگیرید، یعنی بینید چقدر تلفاتی کلان است. و از نگاهی یک چیزی بسیار عجیب که من این سالهای 80 در همین ساخت در کلخاز خودم کار میکردم، من فعالیت کاری من از چی شروع شده است؟ از کلخاز چی؟ خودم کلخاز چی بودم میدونم کلخاز چی است. هوسمندی از بین رفت. مردم همه کار میکنند، معاش یک خیله. شما بعضی آدم فریب میکند، بعضی آدم جانش فدا میکند که کار کنم، اما معاش یک خیله. هوسمندی از بین رفت. بعد مالکیت که عمومی شد، مردم از مالکیت شخصی حکومت شوروی مالکیت شخصی تقریبا از بین برد. شما حقی مالکیت به زمین نداشتید، حقی مالکیت به چیز، یعنی همه مالکیت جمعیتی و دولتی شد. ماشین گرفتن نمیتونید، بله؟ دویون خانه خریدن نمیتونید. ببینید وقتی که این کار سوران سراسر فقیر کردنی همه مردم، اگر جامعه سرمایداری یک قسمی مردم ثروتمند یک قسمت فقیر شود، این جامعه فقیر کنی همین مردم شد. همین مردم باید در فقر زندگی کنند و وابسته به دولت باشند. این یکی از روشی همین کار بود، روشی همین جامعه شوروی بود. و خودی آمار، یعنی این آماری که من میگم آماری رسمی شوروی، اگر سال 1929 در تا سرشوی همین روند کلکتیوانی روسیه، اگر روسیه شوروی، اتحاد شوروی اگر 10 میلیون گندم وارد میکرد، 10 میلیون تن، سال 1930 در بعد کلخازی تمام شدن 30 میلیون وارد میکرد. یعنی به جای استحصال زیاد شدن، استحصال شد از بین رفت. این یک دوره بود که از همه سخنی بلند درباره همین ساخت کلخازی همین آرنولد توینبی گفت که این تمدنی
همین ساخت کلخازی شوروی تمدن روس از بین برد و واقعا یک خسارات جبران ناپذیر بود. برای چی ممانند از زمان استقلال نه که ما همین جامعه شوروی از این چی دست کشید؟ چرا؟ چون از نگاه همون افکت میگویم همون محصولی کار بسیار ناچیز کی بود، هوسمند کی نبود. این از بین وقتی که به مردم حق انتخاب دادن، مردم دیگه کلخاز انتخاب نکرد. اون زمان وقتی که مردم دعوت کردن، مردم منفعت دار نبود. تو چرا؟ چون یک چیزی که خلاف فطرت است، آفرینش طرزی هست که انسان ها برابر نیستن. استعداد و یک آدم استعدادش در دیگه است، دیگه آدم این استعداد همش باید در زیر یک چتر آورد حکومت شوروی و با این ساخت اقتصاد مملکت از بین رفت. در نتیجه مهمترین چیز این من آمارهای اقتصادی بگذار اقتصادش ها حساب کنن، اما مهمترین چیز گذشته از اینکه آزادی انسان ها از بین رفت، انسان ها بسیار تلفات بزرگ دیدن که ما در سالهای بعدی تاثیر این حادثه رو بعد با خوبتر مشاهده کردیم. استاد نگاه کنید، دیروز هم یک برنامه کردیم با استادان دانشگاه در بابت زبان بود. چگونه شد که ما بیشتر زبان ساده ساده کردیم؟ ما یک زمانهایی بود که خطری از بین رفتن زبان هم بود، چون آمیخته شد با ترکی و روسی و دیگر. میخواستم در این بابت چگونه خط ما، زبان ما ضعیف گوییم، شاید خطا کنیم یا درست است؟ چگونه شد در این بابت خواستم که فکر شما هم همچون یک مورخ از جزوی همون سلسله برنامه هایی که حکومتی شوروی گرفت. ببینید سه کاری بسیار بزرگ شوروی کرد، یکی مسئله صنعتی کردن تمام کشور، دوم همین کلخازی، بنیادی کلخازها، و سوم یک تدبیری بود به نام انقلاب مدنی، انقلاب فرهنگی. انقلاب فرهنگی مهمترین وظیفه‌اش این بود که باید مردم شوروی باید باسواد میشد. و واقعا باید این گپ بگویم که حکومت شوروی در این زمینه کار بسیار بی‌نظیر کرد. یعنی در یک مدت کوتاه با اختصاص دادن مبلغی بسیار زیاد به ساحه مکتب و آموزش و پرورش و کورس ها، یعنی گروه های محو بی‌سوادی، در یک مدت کوتاه تمام مردم با خط و سواد فرا گرفته شدند. اما برای ما تاجیکا چی اهمیت داشتیم؟ یکم اینکه ما تاوریک در یک برنامه دیگه هم شما پرسیدید، من گفته بودم یکم اینکه در دوام 12 سال مردمی که هزار به همین خط آخرین ما که ما امروز اینمون خط نیاگان یا خط فارسی میگوییم که از خط عربی گرفته شده است، ما در دوام هزار سال با این خط می نوشتیم. در دوام 12 سال دو بار الفبا رو تغییر دادن، البته مجبوری. اول الفبا رو لاتینی کردن سال 1928 و سال 1940 با الف بار گشتن کریلی کردن. بینش 12 سال بودن؟ بله. در دوام 12 سال یعنی دو نسل بی سواد مان. این یکم اشتباهی اون بود برای ما تاجیکا. دوم، ما رو وقتی که الف بای نو بخشیدن، الف بای نو ساختن، ما رو میدونید با کی مانند کردن، با کی برابر کردن؟ ما رو با قرغز ها که در عصر 19 الفبای آنها، همین الفبای مسلمانی قرغزی که بر اساس خط عربی است، در اساس الفبای ما تاجیکا در عصر 19 اینا صاحب خط شدند قرغزها. چوکچه ها در عصر 20 حکومت شوروی به اینها الفبا داد، ما برابر با اونها شدیم. مردمی که شاید ما 10 خط داشتیم، آمدیم برابر شدیم با مردمی که 9 صاحب خط شد. سیوم این خطا بودن این تدبیر این بود که زبان طوری که شما اشاره کردید با بهانه زبان ساده کردن زبان، زبان تأثیر گذاری به زبان از زبان روسی بسیار زیاد شد. و شما مقایسه کنید زبانی، برای اینکه خودتان بفهمید گیرید خونید کتابی تاریخ انقلاب فکری بخارایی استاد عینی را که سال 1918 می نویسند، بعد کتابی که سال 1940 نوشتن. ببینید زبان چی از این زبانی که زبان ناب و زبان اصیل آمده به کدام زبان تبدیل می‌یابد. یعنی از این نگاه ما بسیار بوی دادیم و جزوی همین
برنامه های شوروی شما از سال 1928 در شوروی یک اقدام دیگر صورت گرفت، اقدام مبارزه با دین. اون اقدامی که سال 1917 اولین کاری که حکومت شوروی کرد جدا کردن دین از دولت بود. این در کشورهای اروپایی معمول بود، یعنی امروز ما اینو میگیم دنیوی. برای روسیه بسیار اهمیت داشت به خاطر اینکه روسیه باید از بندی همون حکومت دینی کلیسا باید نجات میداد. سال 1928 تا سال 1939 در حکومت شوروی، شما میدونید که اقتصاد شوروی بر اساس 5 سال، 5 سال یکم، 5 سال دوم پیش میرفت. همون 5 سال اول و 5 سال دوم، 5 سال جنگ با خدا هم اعلان کرده بودند. حکومت یک تصمیم گرفت فقط در مقابل مسلمان ها نه، اومد در مقابل دین. دین اگر شما عکسای همین دوره رو ببینید، عکسا همش مبارزه با دین و مبارزه با همین است. و امکان داشت با تمام تأسیس دولت دنیوی، یعنی آزاد گذاشته شود و اینا هر کی بر سمت خودش پیش رود. اما از بس که تعلیمات کمونیستی بود، تعلیمات مارکسیستی بود جاری کرده میشد، دین اونو دین همچون رقیب خودش حساب میکرد. به همین خاطر چیکار کردن اینا؟ اینا گرفتن دین محدود کردن. هزاران، صدها هزار کلیسا، کلیسای مردم روس، مسجدهای مسلمانی، عبادتگاه های دیگر، یعنی بسیدی تمام دین ها بله، بود بله. یعنی نه تنها دینی ما، نه تمام دین ها. حکومت شوروی در مقابل اومن، یک اصطلاح مشهور بود در زمان شوروی، میگفتن دین افیون خلق است. ما به یادم است در همه جا این چیز می نوشتن و بر اساس همین شعار این سیاست اصلا سالهای 30 به اوج خود رسید. با زمان جنگ دوم جهان شروع شد، دیدن که ما مردم باید در مقابل دشمنی عمومی گرمانی باید سفربر کنند. بعد از شدت این کاسته شد، اما تا آخرین روزهای حکومت شوروی مبارزه بر ضد دین یکی از برنامه های حکومت شوروی بود. و خودی همین تغییر دادن الفبای ما یکی از سببهاش این بود که این الفبا، الفبای عربی که ما در دوام هزار سال، بیشتر از هزار سال با این خط الفبا با هم، ادبیات ما با این خط نوشته شد، این با دین بسیار آمیخته بود. و حکومت شوروی میدونست که در صورت آگاهی مردم از این ادبیات، از این میراث، این هم به این تعلیمات نوی مارکسیستی و کمونیستی اینا اعتقاد نمیکنه. به این خاطر این الفبا از این آسیا میونه و در کافکاز فقط آذربایجان، مردم آذربایجان که مسلمان بودن، اونا هم الفباشون همین بود. اینا هم الفبا رو چی کردن؟ یعنی از بین بردن. این هدفمند صورت گرفت. و اگر مقایسه کنیم، اگر و امروز هم اگر به دیه میبینیم که این یک تصمیم خطا بود. و بعضی کسا میگن که اگر این الفبا رو تغییر نمیدادید مردم باسواد نمیشد. این فکر خطا است. چرا؟ اینکه مردم باسواد شد به خاطر الفبای کریلی نبود یا به خاطر الفبای لاتینی نبود. این الف مرد باسواد شوی مردم به خاطر این بود که ثروت بسیار زیاد، قسم زیادی بودجه شوروی در همون سالهای 20 و 30 روانه کردن برای باسواد شوی مردم. یعنی اون تأثیر گذاشت، نه این معجزه این خط نبود. این خط یکون معجزه نداشت. یعنی اگر همون سرمایه گذاری با همون خط قدیمی ما با همون خط نیاگان هم میکردن، مردم باسواد میشد. اما حکومت شوروی منفعت دار نبود. برای خاطر همین این خط برکندن، برچیدن. و سبب دیگری این بود که ارتباط ما با این تاجیکایی که اون طرف مرزن کنده شود. این هدف من صورت گرفت و ما تاجیکا از این چیز بسیار زیانی بزرگ دیدیم. سالهای 37 یا بو کشتار زیاد شده بود، یک عجایب دوره بود. همین چه گفته میتونید سالهای 37؟ سال 1937 این نقطه اوجی همون تروری بود که در زمان شوروی براه مانده شد. در علم عمومی سیاست شناسی و در تاریخ یک سخن است میگن که همین وقتی که انقلاب میشود، انقلاب اول سری بچه های خودش میخورد. همین نفرهایی که با لینین و با ستالین سال 1917 انقلاب کردن، در نتیجه همین انقلاب، وقتی که انقلاب راه اندازی شد و برای خودش رفت، بعد جامعه را از نو میسازند. آخر وقتی که جامعه را نو میسازند، فکر و ملاحظه ها و فکر و اندیشه ها گوناگون میشود. به این خاطر در نتیجه بنیادی همین انقلاب، بیشتری همون لیدرانی که در پهلوی لینین و ستالین بودند، بیشتر اینها
قربان شدند، یعنی کشته شدند با بهانه دشمنی خلق ضد انقلاب. نگاه کنید، فقط خودی همین تقریبا دو سه نفر موندند. نزدیکترین یاری لنین لف تروتسکی بود، نفری که همون انقلاب سال 1917 راهبری میکرد. لف تروتسکی، کامینف، زینوویف، بخارین، ریکوف، کیروف، یعنی همون جنرالیتتی انقلابی سال 1917 در کمتر از 10 سال 15 سال همشون به نوبت قتل شدند با بهانه های گوناگون، یا دشمنی بیشتر اینا پرانده شدند. و همین موج به ما هم آمد، چون ما جزوی قلمرو شوروی بودیم. تمام نفرایی که در گذر در همین تقسیمات ملی در وقتی به حادثه بنام انقلاب بخارا در بنیادی ساختی کلخازی اینها سهم داشتند و گویا که هدف های حکومت شوروی را پیاده میکردند، مثل فیض الله خواجایف، مثل همین عبدالرؤوف فطرتی که شما یادآور شدید، مثل عبدالقادر رحیم، مثل عبدالله رحیمبایف، مثل عبدالقادر محیدینوف، مثل حاجی بایف، عبدالرحیم حاجی بایف یکی از رهبرهای تاجیکستان، مثل نصرت الله مخصوم که یکی از قهرمان های امروزی تاجیکستان است، مثل شیرینشاه شاتیمور، مثل نیسار محمد، مثل مولان بیکوف، اسماعیل ابراهیموف، تمام لیدرهای تاجیکی همین دوره در قطار لیدرهای دیگری کشورهای دیگر کشورها در همین ترور سالهای 1930 که اوجش 1937 است، تمام اینها قتل شدند. زمان شوروی را جنبست کنم بلاور، یک چی میگویم به شما، مهمترین شاید در قطار این چیزهایی که گفتیم، یکی از کارهای از همه بده که در این زمان صورت گرفتیم بود که انسان آزاد از مادرش به دنیا می آید و باید آزاد بمیرد. هنوز در اعلامی کروش این سخن بود که انسان آزاد به دنیا می آید، باید برده هیچ که نباشد. انمی آزادی حکومت شوروی از انسان ها گرفت. می دونید فعالیت یک حزب، اقتصاد یک اقتصاد، و با از همه بدترش شما میتونید این از دیگران بپرسید. در زمان شوروی اگر شما ناراضی بودید و نمیخواستید در اون جامعه زندگی کردن، شما حق نداشتید این دولت رو ترک کنید. شما باید مرده مرده گویا که زندگی میکردید. کسی که اگر فکر میکرد که یا میخواست، چون بعد سال 33 تمامی شوروی از نگاه مرزی بسته شد، مرزها بسته شدن، چون اگر مرزها گشوده میشدن مردم هم ماندگی مردم هم فرار میکرد. وقتی دیدن که نمیشه مردم که در این داخلی سیمخور ها موندن، کسی اگر میخواست میگفت من میخواهم شوروی رو ترک کنم، یعنی حقی که امروز من همین روز بینید شما در یک دولت زندگی میکنید، اگر شما در این دولت نه فورتون زندگی کردن میخیزید برامده میری، هیچ کس شما رو نمیخواد، شما کجا میری، رفت زندگی کجا میخواهی، حقی که امروز برای شما چیزی مسلم است، اما این حق از مردم گرفته شد، این حق از مردم گرفتن. تو میخواهی در می جامعه زندگی کنی، میخواهی نمیخواهی مرده مرده باید همینجا بمیری. ده ها ما مثال ها میتونیم آوردن که نفرایی که همین ادار میکردن که ما را اجازه تیرویم، اونا را دیوانه خانه میبردن، میگفتن تو دیوانه این خودم از شوروی نور، یعنی تو باید در اینجا میخوای زندگی کردن زندگی کنی، نمیخوای را باید همین زندگی کنی. حق حتی ترک کردن کشور به تو داده نمیشد، یعنی آزادی شما گرفته شد. و نفرایی که جانب داره و خیلی از این ساخت و از این جمعیت خاطری خوش دارن، من یک چی فکت به شما میگویم. حکومت شوروی بیش از 70 سال، حدود 70 سال کم و بیش ادامه یافت. شما آمار رسمی شوروی رو ببینید، شکم مردم از نان فقط سالهای 60 سیر شد. درباره یار کلخازی گفتیم، یک گپ یاد یا سخن یادم رسید، در میان مردم همون سالها یک ترانه میگاش، یک مصرعش این بود: کلخازی شد و سیری ندیدم نونه. تا سالهای 60 شکم مردم از نان سیر نشده بود هنوز. شما آمار رسمی شما رو بید مصافیت ها رو پرسید، تمام نفرایی که سن نشون امروز از همین 70 بالا هست پرسید، یعنی تا سالهای 56 57 مردم در یک زندگی، یعنی زندگی بسیار مشقت بار بود، گرسنگی، چون در شوروی چند سال اخیر پای هم گرسنگی سر زد، در نتیجه همین سلسله تدبیر ها شکم مردم حتی با نان سیر نبود. و حتی شما نفره نسل نفته را پرسید، سال 64 وقتی که خروشوف شد، در زمانی خروشوف هم یک کار به همین مانند صورت گرفته بود که او میخواست که مردم بنان جواری تامین کند، که یکی از سبب های برکناریش همین شد.
یعنی اگر ما برای مثال به شما بفهمید ما هم جامعه ما هم کمبودی داریم لیکن شما تصور کنید ما 5 سال جنگ شهروندی رو تحمل کردیم گذشت لیکن همین مسئله تامین نان با نان تامین کردن در این مدت کوتاه حل شد من به خاطر دارم حاضرم هست یک مدت کوتاه این مسئله نان حل شد آیا مردم در دوام 70 سالی که حکومت شوروی بود 30 سالی مردم عذاب کشید یعنی این میدونه چی بود این حتی استاد میدونه چی برای بسیاری هم یک شاید بعضا نفران نادرست فهمن چون که این سمت چیزی هست که هر کس طرف خود میکشد وقتی که اون چیزی که نقل کردید به زمانی که حاضر استقلالیت داریم مقایسه میکنید مقایسه میکنید برای شما مثل افسانه است ها شما از میخواهید از کشور برآمد روی شما هیچ کنه میگید تو کجا میروی برآمد میری مسئله زبانی شما در بنبست قرار داشت با زبانی خودتون در داخل کشور خودتون نمیتونید گپ زدن بسیار محدودیت ها بود یک چیز دیگر هم هست که هر وری که تماشا بینن تماشا میکنن وقتی اطراف عرب ها گپ میزنیم اونجا کامنتاری نوشتن گفتن اینها زردوش هستند یا که اطراف این گپ زدیم گفتن اینها وقتی که گپ میزنیم بسیاری ها هر کس به سمت خود میکشه اما این فقط اما یک چیز من در ابتدای صحبت گفتم شما اگر میخواهید این چیزی که من گفتم نه از اون بایگانی مخفی اونا رو آوردم این چیزی معمولند اینها شما مقایسه کنید ببینید تاریخ نگاری خود روسی امروزه رو گیرید ببینید به زمان شوروی چی گونه با هم میتیان تاریخ نگاری همسایه ها ما قزاق ها و ازبک ها و قرقز ها رو ببینید یعنی این دوره رو در دوره همشون دوره مخوف دوره بسیار دهشت یاد میکنند با یک کلمه اگر جنبس کنیم مثل یکی حاضر بینید همین بعد همین بیماری در دنیا همین کشور رو سعی کردن که وکسین برارند هم برای خاطر این مردم هم. و وکسین اول تجربه کردن در چندین بینید چی نتیجه میدید همین بنیادی ساخت شوروی این یک امتحان بود خواستند که همین در بالای انسان ها تجربه کنند و بدبختانه همین تجربه در قطار قلم روی ششک روی زمین در قطار دیگر ملت ها بر سر تاجیک های ما هم آمد و این یک تجربه بسیار زشت بود تجربه بود که از انسان کرامت انسان گرفته شد انسان در ترس زندگی میکرد انسان در هراس زندگی میکرد انسان ما امکان امروز ما امکان داریم با تمام دنیا در ارتباط باشیم ارتباط نبود آزادی سخنی که امروز بسیار تصور کنید شما یک رادیو رو نمیخواهید میگیرید با اینترنت یک رادیو دیگر مثال گوش میکنید در زمان شوروی غیر از اخباری که خودی همون زمان شوروی میداد این اخبار دیگر نبود شما امکان داشته دیگر اخبار گوش کنید وقتی این فشارها رو میبینید من نمیدونم برای چیش ما این زمان تمجید کنیم و ستایش کنیم بسیار مردم این ساده داریم که چرا شما پوچکتان این خیلی مونده چرا شما آزاد یعنی که چیزی هست که اگر تماشا بین بیند که شما آزاد هستید آزاد قبول میکنه این خیلی نشسته از این سبب آزادی ها که میگن که چرا تو ریش از سبب که یک فیلمی تاریخی رو باید ثبت کنیم ریش های ساخته نشد ما اکتیار و هنرمند ها این از مخفی از کدام قهرمانی تاجی که ما باید فیلمی تاریخی سازیم از این سبب تصمیم گرفتیم همه ریش های وی موندیم که بعد میگن که این وی این آن آن همه اینها رو یک سو گذارید فقط اون چی که میگویم بر اساس تاریخ گذشته میگویم و هدف تنها همین آگاهی است هدف تنها که مردم بدانند اگر بعضی فکرها حتی مخالف هم باشد بازم این بهتر است میدانید چرا بخاطر اینکه وقتی که شما در باره یک مسئله میخواهید نتیجه خود داشته باشید یعنی یک دوره شما میخواهید بها گذاری کنید و فقط اگر شما یک از یک منبع اگر بخونید وقتی شما خلاصه میبرید خلاصتون سطحی و خلاصتون بسیار ناپخته هست وقتی شما چند مواد چند فکر شنیدید و نتیجه گیری شما هم کامل می شود هم نتیجه گیری شما عالمانه می شود اگر نفرایی که می خوان از این زمان بسیار تمجید کنند ستایش کنند بگذار اونها هم حق گفتن دارند من اون چیزی که گفتم بر اساس باورهای خودم است یعنی من همین زمان آموختم دو زمان دیدم من زمان شوروی هم دیدم زمان استقلال من رو سیگاب وقتی که می بینم و اون چیزی که دید با یک چیز دیگه من در بهترین زمان شوروی زندگی کردم یعنی زمانی من زندگی کردم نه گرسنگی بود نه این فشارها به اندازه که در اون سالها بودن اما اون چیزی که من از با صدها نفر به واسه صحبت کردم نفری که هم سالهای 20 و 30 و 40 زندگی کردن
و شاهدی این واقعه بودن و از بایگانی ها و از ارخیف ها از آثار بعد آثاری که دیگران در این باره گفتن خوندم خلاصی من نتیجه من همین است این فکر ما رو بر هیچ کس نه اندیشه ما رو تحمیل نمی کنیم فقط گفتیم خب شوروی رو جنبست میکنیم زیرا حالا تاریخ بزرگ داریم و دیگر دوره میگذاریم حتما تماشابینان عزیز هر چیزی گفتیم خوبش آن چیزی که برای شما ضرور است قبول کنید و آن چیزی که نیست میتونید پسی سر کنید بله. یعنی نیش نزنیم به یک بله. کار کنیم استاد شما از صحبت درست گپ خیلی خوشم اومد سلامت بشید این دوره برمیگردیم در باره قوم نشین هایی که در تاجیکستان زندگی میکنن زبان هاشو دیگرگون است برای مردم عجیب است از جمله یغنابی ها پامیری ها با کیا بودن؟ اصلا همین دو اصلا در فهمو صحبت میکنیم استاد شما بگید